در تظاهرات جمعه مردم عراق در علمبار، تظاهر کنندگان با نصب یک پلاکارد بزرگ اعلام کردند: ما مردم عراق عظیم، وبا و بلا و تروریسمی که از تهران می آید را رد می کنیم و خواهان فراهم کردن حفاظت برای ساکنان لیبرتی و آزادی 7 گروگان هستیم. فوراً فوراً فوراً. تظاهر کنندگان اعدام ها و ترور و سرکوب مالکی را محکوم کردند. خطیب تظاهرات در منطقه غزالیه بغداد: ما در قبال این ترورها و کشتارها هرگز سکوت نخواهیم کرد. در همه زمان ها فرعون و ابن زیاد وجود دارد و در همه زمان ها موسی و حسین هم هستند. 40 جمعه متتالیه یخرج المتظاهرون والمعتصمون على الخط السريع لاداء. تلویزیون بغداد در گزارش تکمیلی از تظاهرات جمعه مردم عراق گفت: متحسنین در فلوجه برای 40مین هفته پیاپی در اتوبان این شهر نماز وحدت برپا کردند و اعلام کردند عزم جزم دارند تا به راهی که از اولین روز شروع این جنبش در پیش گرفتند ادامه دهند. اسامی و عناوین جمعه وحدت که توسط کمیته‌های مردمی در استان‌های ششگانه به پا خواسته مشخص می‌شود متفاوت است، اما در معنی واحد است و آن انقلابی علیه حکومت مالکی و ظلم و ستم آن است. تلویزیون بغداد اقدام به پخش تصاویری از پلاکارد‌های تظاهرکنندگان کرد که در آن به آزادی 7 گروگان اشرف فراخوان داده شده بود. بر روی این پلاکارد‌ها نوشته شده بود: ما تجمع جوانان بغداد از سازمان ملل می‌خواهیم برای آزادی 7 گروگان از ساکنان اشرف فوراً دخالت کنید و حفاظتشان را تأمین نمایید. همچنین به گزارش تلویزیون رافدین، خطیب نماز جمعه در شهرستان آنه اصرار دولت مالکی بر بسیج اعدام زندانیان بیگناه به رغم درخواست‌های بین المللی برای متوقف کردن آن را مورد انتقاد قرار داد. به گفت اصرار دولت مالکی برای اعدام ده‌ها تن و شاید صدها تن که معلوم نیست که به کدامین گناه کشته شدند تجاوزات صریح و آشکاری است که در ماه محرم صورت گرفته است. رافدین گفت خطیب منطقه غزالیه در بغداد نیز دولت و ارگانهای امنیتی مالکی را مسئول جنایاتی که نیروهای سوات در رابطه با دستگیری بیگناهان و شکنجه آنها و خانواده‌هایشان انجام می‌دهند دانست. وی گفت ترورهایی که شبه نظامیان انجام می‌دهند و دستگیری‌هایی که نیروهای سوات در بغداد و دیالی انجام می‌دهند امور خطرناکی هستند و عراق را بر سر یک دوراهی قرار می‌دهد. دستگیری هایی که صورت می‌گیرد هیچ دلیل قضایی یا احکام جنایی برای آنها وجود ندارد. وی افزود ما در قبال این ترورها و کشتارها هرگز سکوت نخواهیم کرد. ما در این ایام کشته می‌شویم همانطور که حسین ابن علی کشته شد. در همه زمان ها فرعون و ابن زیاد وجود دارند و در همه زمان ها موسی و حسین هم هستند. لذلك فنحن نقول هذا امر مرفوض ولن نقبله ولن نسكت عليه ونحن في هذه الايام نقتل كما قتل الحسين بن علي رضي الله عنه ففي كل زمان فرعون وعبيد الله بن زياد وفي كل زمان موسى وحسين. به گزارش رافدین، شیخ فاضل احمد، خطیب نماز جمعه سامرا، دولت مالکی را مسئول تخلفات امنیتی تا قتل و کوچ دادن خصوصا در بغداد و دیالی دانست. وی از ایستادگی متحسنین بر مواضع خود تا اجرای خواسته هایشان تقدیر کرد و گفت مالکی از تأمین امنیت در کشور عاجز است و نتوانسته است امنیت را برای مساجد و نمازگزاران تأمین نماید. در تکریت، خطیب نماز جمعه نسبت به ادامه بسیج دستگیری‌های روزانه توسط نیروهای امنیتی مالکی هشدار داد و از شورای استان خواست برای متوقف کردن این تخلفات اقدام نماید. رافده نفسود در استان نینوا نیز خطیب نماز وحدت جمعه بر ضرورت حفظ وحدت و رد هر گونه فرقه‌گرایی
و ایستادگی در مقابل طرح فرقه گرایانه حکومت مالکی تاکید کرد.